سلام دوستان، خوش اومدین به آشپزخونه خودتون. امروز همراه من باشین، میخوایم با هم دیگه یه کیک پسته فوق العاده خوشمزه رو درست کنیم. برای شروع 5 تا سفیده تخم مرغ رو با دور تند همزن میزنیم. حالا شکر رو کم کم اضافه میکنم به سفیده و همزمان هم میزنم. شکر ها که کامل حل شد، سفیده رو میذاریم کنار، دیگه باش کاری نداریم. این هم از 5 تا زرده تخم مرغمون که میخوایم با بقیه مواد قاطیش کنیم. خب بچه، این که خیلی ساده است، به خاطر اینکه الان همه مواد رو میریزیم تو زرده، با این هم میزنیم تموم، اصلا دیگه همزن هم نمیخوایم. حالا چی باید قاطیش کنیم؟ پودر پسته داریم اینجا، شیر داریم، شیر رو اضافه میکنیم، روغن مایه مخصوص پخت و پز، روغن سرخ کردنی اضافه نکنید. خب اینا از وانیل پودریمون، شما میتونید وانیل مایه، اسانس وانیل هم اضافه کنید، هیچ اشکالی نداره. حالا همه این مواد رو با همزن دستی با هم مخلوط میکنیم، در حدی که فقط مواد با هم مخلوط بشن. خب برای اینکه این کیک ما کیک پسته است و من دوست دارم که رنگش سبزتر باشه، میخوام یه مقداری از رنگ خوراکی ژله‌ای استفاده کنم. شما میتونید استفاده کنید، میتونید هم استفاده نکنید، خیلی اختیاریه، ولی چون من دوست دارم که یه خورده رنگش سبزتر باشه، در حد یه قطره کوچولو اضافه میکنم. در حد یه قطره رنگ سبز رو به موادم اضافه میکنم، همین. حالا که این موادمون مخلوط شدن، کلش رو به سفیدمون اضافه میکنیم. خب حالا نوبت مواد خشکمونه، آرد و بیکینگ پودر. سه بار علکشون میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن مواد خشکمونه توی دو مرحله. حالا میخوام مواد رو اضافه کنم. فقط اینو بگم بهتون که اگر کاغذ روغنی نداشتید، میتونید کف قالبتون رو چرب کنید، فقط کف قالبتون رو، دیواره هاشو نمیخواد چرب کنید. مواد رو که ریختیم داخل قالب میذاریم داخل فر، مدتش 35 دقیقه، دماش هم 180 درجه. کیک ما هم آماده شد، بریم درش بیاریم. خیلی داغه، به به، چه کیکی شد. اوف، داغه داغه. میذاریم روی این توریه تا خنک بشه، بعدا بقیه کارش انجام میدیم. اینو داخل قالب میبرم، به دیواره قالبم فشار میارم، نه به کیکم. این شکلی خب حالا کیک رو برمیگردونیم رو این توریه که خنک بشه. وقتشه که کاغذ روغنی رو جدا کنیم از کیک. فقط بیا نزدیک، بافت کیک رو به بچه ها نشون بدم، ببین چه بافت نرم و خوبی داره، عالی شده، سفت نشده، پودری نشده. من برای کاور کیک از خامه قنادی و پنیر خامه ای میخوام استفاده کنم. خامه قنادی رو انقدر میزنیم تا فرم بگیره. به این شکل که شد کافیه، یعنی جای پره های همزن روش بمونه. خب خام قنادی که زدم فرم گرفت، گذاشتم داخل یخچال که حالتش رو از دست نده. الان پنیر خامه و یکم با همزن میزنم که از این حالت سفتی در بیاد.
خب اینم کافیه. خامه قنادی که فرم گرفت و پنیر خامه ای رو با هم مخلوط میکنم. خب 3 قاشق چایخوری پودر پسته اضافه میکنم به ترکیبم. خیلی بره کاور کیک خوشگل میشه. وقتی که همه رو با هم مخلوط کردیم، با هم زن یه مقدار میزنیم که با هم قاطی بشن. خب در حد 1 دقیقه مخلوط کردیم، همین اندازه کافیه. این میشه کرم کیک ما. روی کیکم و یه لایه نازک میخوام برش بدم. اول یه خط میندازم که همون خط رو برم. بعد آروم آروم کیک رو میچرخونم، برش میدم. حالا وقت خامه کشیه. خب الان کیکمو برمیگردونم وقتی برش زدم. خب چون که میخوام خامه کشی بکنم، یه مقداری شیر به کیکم میزنم که خامه بهتر به دیواره های کیکم و خود کیکم بچسبه. خامه ریختم داخل قیف به این شکل. شما فقط گردونتون رو بچرخونید، دستتون رو ثابت نگه دارید. گفتم قبل اینکه بره یخچال تزیینش بکنم، پودر پسته میخوام بریزم روش. پودر پسته رو بریزیم و بره داخل یخچال. خب کیک خوشگل ما هم آماده شد. به به، حالا میخوایم برشش بزنیم. فقط اینجا رو ببینین چه ظاهر خوشگلی داره. مطمئنم طعم فوق‌العاده ای هم داره. خب بریم کیکمون رو برش بزنیم. به به، چه بافتی، چقدر نرمه. وای خب میرسیم به خوشمزه ترین و جذاب ترین قسمت ویدیو، اونم امتحان کردنش. مخصوصا اگر کیک باشه که من خیلی خوشحال میشم. امتحانش کنیم. چقدر خوشمزه است. به به، بچه ها حتما درست کنید. زیر این ویدیو برای من کامنت بذارین که ویدیو رو دوست داشتین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.